بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی و همچنین مخاطبین گلم تو کانال شفاف تی که قرار شده از این به بعد برنامه‌های ما رو تو مسلمان تی ببینن امیدوارم حالتون خوب باشه اوضاع بر وفق مرادتون باشه و کیفتون حسابی کوکه کوک اگه تا با حال به حال عضو کانال مسلمان تی نشدید روی دکمه سابسکرایب یا همون مشترک شدن کلیک کنید و زنگوله کانالش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنید بعد اینکه قوه قضایی آزاد سمدی رو نقره داغ کرد و اون حکم خیلی عجیب غریب رو برید یه این هنرمندا اومدن پای کار که مثلا نجاتش بدن گفتن آقا ما جامعه هنری هستیم و فریخته و فلان و این حرفا در همین هین برای لیلا بلوکات یه حکم اومده از اون سنگین تر از قدیم هم چی گفتن گفتن هر کس خربوزه میخوره پوستش رو میندازه تو چون اگر بندازه زمین یهو ممکنه که پاش بره رو اون پوست خربوزه با چیز بخوره زمین چیز مخ آره طبق چیزایی که حالا تو رسانه داره گفته میشه نمیدونم چقدر دقیق این حکم چون هنوز فعلا علنی نشده اما یه چیزایی اومده مثلا مثل دو سال ممنوعیت از فعالیت در رسانه های فراگیر از جمله پلتفرم داخلی و خارجی و فعالیت های نمایشی و بازیگری و تبلیغگری در فضای حقیقی و مجازی دو سال ممنوعیت خروج از کشور پنج سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی به صورت مستقیم یا با مطالعه و خلاصه یک کتاب ظرف یک ماه و ده ماه حبس تعذیری توی یکی از زندان های استان سمنان که شیش ماه اون به مدت پنج سال تعلیق شده یعنی تا پنج سال دوباره بخوان این اقدام رو تکرار بکنن کشف اجاب کنن کلا بزنن سرشون بیان تو انظار اومی حاضر بشن اون بقیه رو دوباره باید بره داخل آبخونک بخوره اینجوری که بوش میاد ظاهرا قوه قضایی عزمش رو جزم کرده برای مرزه و کشف هجاب و اینا امیدواریم که تا آخر برن یه وقت نمایشی اینا نباشه خدای نکرده مثل اون تصاویری که از گای میاد بیرون بعد چهار روز بعد دوباره جمع میشه ولی امروز یه خبری رو سخنگوی قوه قضایی مطرح کرد گفت که قوه قضایی مسئولیت رو داده به دادستان ها خلاصه همه دارن حمایت میکنن که این ولنگاری از جامعه رخت بر ببنده بقیه سلبریتی که این کارا رو کردن منتظر باشن از اون طرف از قوه قضاییه هم مطالبه میکنیم که تو فضای مجازی خصوصا اینستاگرام اون بلاگرها اینا رو هم بالاخره یه دستی رو سر روشون بکشه تو یوتیوب هم هستن یه که خانوادگی ولنگاری و ترویج فحشا جزء برنامه‌هاشون است از این طریق هم دارن پول در میارن یه نیم نگاه هم به اونو داشته باشید یه همه چی حله این تراشغال اینا هم فشاری شدن که سردار رادان تشکر کرد از هوشیاری ماموران پلیس در اجرای طرح افاف و حجاب این یه خبری بود که قبلا که برم هیئت گفتم برنامه‌شو بسازم شما هم در جریان باشید که خلاصه آره اینجوری است خیلی ممنون که تا این تا این برنامه همراه من بودید بالا که ویدیو کوک میکنید یوتیوب رو به افراد بیشتری به نمایش بگذارید تا ویدیو بعد و برنامه بعد شما رو خدای بزرگ و مهربون می‌سپارم خدا نگهدارتون